چند لحظه‌ای از موسیقی فاصله می‌گیریم و به یه موضوع دیگه می‌پردازیم. دفتر شهرداری نیویورک اداره تمامی خدمات شهر از حفاظت اموال عمومی گرفته تا پلیس و آتش نشانی و اغلب دفاتر دولتی پنج شهر نیویورک رو به عهده داره. مایکل بلومبرگ، شهرداری که در سال 2001 میلادی به این سمت انتخاب شد، فردی رو به عنوان یکی از اعضای هیئت اجرای دفترش برگزیده که شناختن اون قطعا برای ایرانی ها جالب توجهه. همکارم ملودی صفوی گزارش میده. شاید این موضوع برای ما ایرانی ها جالب باشه که یکی از اعضای اصلی هیئت امور اجرایی شهرداری نیویورک که در جایگاهی بسیار نزدیک با مایکل بلومبرگ شهردار این شهر فعالیت میکنه، نه فقط آشپز و زمانی صاحب یه شرکت تبخ و پخش غذا بوده، بلکه یه ایرانی تمام عیاره. نازلی پرویزی هستم. من برای شهردار میر بلومبرگ کار میکنم. بعد حالا تایتلم میشه Commissioner of Community Affairs for the City of New York. من مثل همه دخترای خوب ایرانی میخواستم بیولوژی بخونم. دیدم که هیچ خیلی اهل بیولوژی نبودم. رفتم آشپزی کردم و انسانشناسی خوندم. برای 3 سال برای یه جایی کار کردم. بعد شد سپتامبر، 11 سپتامبر که من و دوستم رفتیم همین شهرپایین که غذا بپزیم برای مردم که اونجا بودیم، قهوه بیاریم، غذا بیاریم. بعد دیگه شد یه ماه که اونجا موندیم با مردم و اینا کار کردیم. در اون موقع که اونجا بودم، یکی از دوستان برای آقای بلومبرگ کار میکرد که ایشون که شهردار شد انتخاب بود، منو دعوت کرد، گفتش که بیاین سیتی هال اینجا کار کنیم برای شهر. که من در هیچ موقع فکر نکردم برای شهر کار کنم. همیشه میخواستم در مملکت‌های دیگه کار کنم، کارهای اینترنشنال کنم، نه کارهای داخلی. ولی شروع کردم و 11 سال دیگه اینجا هنوزم هستیم. بله. در حالی که نازلی قسمتی از ساختمون شهرداری رو که همکنون در دست تعمیره به ما نشون میداد، از او خواستیم که کمی بیشتر راجع به مسئولیت‌ها و نحوه کارش برامون توضیح بده. ما همیشه میگیم ما چشم و گوش شهردار هستیم. یعنی کار ما هستش که بریم همه شهرک‌های تو نیویورک، یعنی شهر 8 میلیون نفر هستش، ولی همهش مثل چیز میشه. موزاییک ما میگیم چی میشه؟ اینجا میگن یه سالاد هستش، یه سالاد مردم، سالاد مردم. فعالیت‌های اجتماعی مختلفی تحت نظارت تیم نازلی انجام میشه. بهبود وضع تغذیه کودکان و جوانان در مدارس یکی از اوناست. من همیشه از 14 سالگی توی رستوران تو اینا کار میکردم، عاشق غذا هستم. و نه که همه فقط عاشق غذا هستم، خب که ایرانی هستیم، غذا دوست داریم. ولی در حالا چرا آدم میخوره، چرا آدم نمیخوره، اونجور چیزا، سوال و اینا هم برای من خیلی جالبن. و در این شهر بچه ها حالا، یعنی خب تو همه امریکا، ولی ما بزرگترین ریت اوبیسیتی داریم تو امریکا، چاقی. تو نیویورک هم که همونه، دیابیتیز بچه ها 8 سال 9 سال دارن میگیرن. پاکسازی دیوارای شهر از گرافیتی های گنگ های محلی از جمله فعالیت های اخیر دیگر اوست. ما خودمون نمیریم، یعنی من برم گرافیتی ببینم نمیرم پاک کنم. از صاحب خونه باید بپرسیم و اجازه بگیریم. بیشتره که اونا که هنر هستن، صاحب خونه خودشون دوست دارن، خودشون میخوان، میگن که نه ما اینو میخوایم. اصلا بیشتر ما نیکه نمیپرسیم. ما فقط اجازه داریم اگر صاحب خونه میگه که این چیزه، من اینو نمیخوام، دوست ندارم. اونم که صاحب خونه هستش، حالا هنری باشه یا هنری نباشه، اگر ایشون گفتش که من نمیخوام، ما چاره نداریم. ما اولش فقط پاک میکردیم. بعد الان من با هنر و بچه و اینا کار میکنم که بعد از یه دیوار بزرگ پاک کنیم، میگم که بیا کار هنری بکنیم. دوچار
بحران هویت نمیشی؟ هم ایرانی هم آمریکایی؟ نه من میدونم، فکر میکنم 20 تا کتاب هستش در همه بیشترشون خانومای ایرانی که من نمیدونم اگر ایرانی هستم، امریکا هستم، چی هستم، ولی جدی برای من هیچ کدوم هیچ وقت، یعنی هر دوتاشون مهم هستن، ولی من یه مردم هستم در این شهر، در این مملکت، دوست دارم که ایرانی هستم، دوست دارم که مملکتم، یعنی کلچر چی میشه؟ فرهنگم خیلی دوست دارم، ولی عاشق امریکا هم هستم. برای من این دوتا چیزا چیز نیستن. جدا نیست. نه. کار نازلی در این حال که فوق‌العاده پرمسئولیت و حساسه، مستقیماً به میزان همکاری مردم وابسته است و همونطوری که خودش تأکید میکنه، بدون همکاری انجمنهای محلی به نتیجه قابل توجهی نمیرسه. موفقیت و پیشرفت انجمنها هم از طرفی منوط به تلاش اونها در چگونگی سازماندهی و نحوه رسوندن صدای خودشون به گوش شهر داره. ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.